شکر گذار بودن در زندگی معناهای زیادی رو به زندگی شما باز میگردونه ولی مسائل خیلی مهم و فاکتورهای خیلی زیادی هستند که از کنارشون رد میشیم و دلیلی به شکر گذاری هم نمیبینیم سلام رضا هستم از کانال یوتیوبی آلبالو در خدمتتون امیدوارم حالتون خوب باشه امروز در رابطه با هشت دلیلی که در زندگی باید شک گذار باشیم صحبت خواهیم کرد یک اگه میتونین با راحتی کامل و بدون هیچ مشکلی این صدا رو این ویدیو رو ببینین یعنی سلامتی کاملی دارین باید شک گذار باشید دو اگر دوستانی دور براتون هستن که توی روزهای تنهاییتون توی روزهایی که نمیدونید با چه کسی صحبت کنید و میتونید خیلی راحت به یکی از دوستانتون پیام بدید و بیاد با شما بشینه و درد دل بکنه وجود داره اگه چنین دوستی شک گذار باید باشید سه اگر خانواده وجود داره و اگر اون خانواده نزدیک به شما هستش یا حتی اگه دور هستش ولی راهنماییشون حمایتهاشون اونقدر به شما دلگرمی میده توی زندگی که هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنید برای این خونواده برای وجودشون و برای سلامتیشون هم باید شک گذاری کرد شماره چهار نعمت بزرگ لذت بردن از زندگی که شامل بسیاری از مواردی میشه که نمیشه شاید توی این ویدیوی چهار پنج دقیقه‌ای گنجوند اگر از زندگی لذت میبرین اگه میتونیم بگین که غذاها لذیذ هستن نوشیدن خوب هستش نفس کشیدن عالی هستش اگه میتونین راه برین اگه میتونین ببینین اگه میتونین بخندین مطمئن باشین که این زندگی لیاقت این رو داره این لذت بردن لیاقت این رو داره که بخواین شک گذاری بکنین شماره پنج اگه دور و بریاتون افرادی که وجود دارن در زندگیتون همه شاد هستن هیچ کس ناراحتی خاص یا مزمنی نداره یکی از دلایلی هستش که باید شک گذار باشین یادتون باشه که اگه اطرافیان شما به زندگی با زندگی لذت نبرن مطمئنا چه دور یا چه نزدیک چه کم یا چه بیش این لذت نبردن این درد سر داشتن یک جوری دامن شما رو هم یک روزی خواهد گرفت پس شک گذار باشیم اگر تمام افراد و تمام دوستانمون سالم هستند و بدون هیچ مشکلی دارن زندگی میکنن شماره 6 اگر سرپناهی توی زندگیتون وجود داره اگه میتونین شب کلیدی رو بچرخونین وارد خونه ای بشین وارد معمنی بشین وارد جایی بشین که سرتون رو قرار روی بالشی قرار بدین و بخوابین استراحت بکنین حتما به یک شک گذاری نیاز داریم خیلی از آدم ها توی این کره خاکی آبی وجود دارن که حتی سرپناهی براشون اصلا کلمه سرپناه براشون معنی نداره دست کلید معنی نداره خونه معنی نداره اگه شما میتونین به اینها معنی بدین اگه این حتی اگه فکر میکنین که کوچیک هستش خونتون اگه فکر میکنین که زیاد مدرن نیست باز سرپناهی وجود داره نسبت به بودنش باید شک گذاری بکنید و شماره هفت اگر در زندگیتون توانایی این رو دارین که بتونین بخونین بتونین بنویسین و متوجه بشین بتونین وقتی که کسی حرف میزنه بفهمین یعنی توانایی خواندن و نوشتن و درک مسائل باید شک گذار باشین خیلی از آدمان وجود دارن که قدرت خواندن و نوشتن رو ندارن و بدتر از همه مسائل رو هم نمیتونن درک بکنن یادمون باشه که شک گذاری به این معنی نیستش که نباید تلاشی بکنیم برای بیشتر به دست آوردن یا بهتر زندگی کردن شک گذاری یعنی دانستن وجود داشته ها یعنی با آنچه که در دستمون نقد داریم لذت میبریم یعنی میدونیم چیا داریم ما ها اغلب توی زندگیمون بزرگترین مشکلی که داریم این هستش همیشه نیمه خالی رو میبینیم وقتی صحبت از نیمه پر میشه نیمه پر زندگیمون رو هم با نیمه پر زندگی بقیه داریم مقایسه میکنیم و اینجا هستش که کم میاریم ولی نمیدونیم که خیلی ها هستن که لیوانی ندارن که نیمه پر یا خالی داشته باشه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه شما هم اگر موردی دارین توی زندگیتون که فکر میکنیم باید شک گذاری کرد به اون لطفا توی کامنت ها برای ما مطرح بکنید. اگر دوست از یوتیوب درآمد داشته باشین روی لینک بالا کلیک بکنین و ویدیو رو لایک بکنین با دوستانتون به اشتراک بگذارین کانال رو سابسکرایب بکنین روی اون زنگوله کوچیک حتما کلیک بکنین تا از ویدیوهای بعدی که من درست میکنم خبردار بشین شب و روزتون سبز برای تماشای مطالب جدید لطفا بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنید برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید